برای هزاران سال فکر میکردیم زمین مرکز جهان هستیه. بعدش گفتیم نه، خورشید مرکز جهانه. باز یه مدت دیگه که گذشت دیدیم خورشیدم فقط یکی از میلیاردها ستاره دیگه است که تو کهکشان ما میچرخن. بعد از اون فهمیدیم این کهکشانم فقط یکی از میلیاردها کهکشان دیگه است که تو جهان هستی وجود داره. حالا مدتی این سوال پیش اومده که اگه جهان ما هم فقط یکی از جهانهای دیگه باشه چی؟ امروز میخوایم این ایده جالب رو بررسی کنیم که بهش میگن مالتیورس یا چند جهانی. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخنورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. سال 1929 ادوین هابل متوجه شد که تمام کهکشان‌ها دارن با سرعت زیاد از ما دور میشن، که این باعث شد بفهمیم جهان ما در حال انبساطه. ما انتظار داشتیم نیروی گرانش باعث بشه کهکشان‌ها به سمت همدیگه کشیده بشن، در نتیجه سرعت انبساط جهان به مرور زمان کمتر بشه، ولی بعدن دیدیم که کم که نمیشه هیچ، دائما داره بیشتر و بیشتر میشه. فعلا مناسب ترین دلیلی که براش پیدا کردیم اینه که یه انرژی ناشناخته‌ای به نام انرژی تاریک کل جهان رو پر کرده، که دلیل افزایش سرعت انبساطش همینه. بعدش دانشمندا به این عدد خیلی خیلی کوچیک رسیدن که چگالی انرژی تو خلاء محسوب میشه. در واقع همون ثابت کیهانیه که اولین بار اینشتین معرفیش کرد، بعدش کنار گذاشته شد، ولی الان دوباره برای توضیح انبساط جهان استفاده میشه. پس به این رسیدیم که انرژی مرموزی که حدود 70% جهان ما رو تشکیل داده با این عدد کوچیک در ارتباطه. اما یه مشکلی این وسط وجود داره. هنوز هیچ کس نتونسته بفهمه که این عدد از کجا اومده. فقط یه مقدار ثابته که تو معادلاتمون جواب میده. همین مقدار خیلی کوچیکم اگه فقط یه ذره کمتر یا بیشتر بود، جهان ما به این شکلی که الان هست وجود نداشت. این موضوع باعث شده که بعضیا نظرشون این باشه که دنیای ما نمیتونسته تصادفاً به وجود اومده باشه. این مقادیر دقیق که تو ثابتای فیزیک دیده میشن به نظر میاد طراحی شدن تا باعث ایجاد یه همچین دنیایی بشن. چون اگه فقط یه کوچولو کمتر یا بیشتر بودن همه چیز به هم میریخت. خب این موضوع رو تو ذهنتون نگه دارید تا از یه در دیگه وارد بشیم. در مورد نظریه ریسمان قبلا صحبت کردم، اما الان میخوایم یه مقدار عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. دیدیم که دانشمندا تو تلاش برای متحد کردن تمام نیروها رسیدن به نظریه ریسمان. حرفش اینه که همه چیز تو دنیای ما از رشته‌ها یا تارهایی از جنس انرژی تشکیل شده که ارتعاش میکنن. شکل ارتعاش اینا تعیین میکنه که چی بسازن. مثلا یه ارتعاش باعث ایجاد الکترونا میشه، یه نوع دیگهش کوارک ها رو به وجود میاره. پس در واقع تمام ویژگی های فیزیکی جهان ما از ارتعاش این ریسمان ها میاد. این فعلا بهترین روشی بود که برای متحد کردن نیروها به دست آوردیم. اما مشکلش این بود که ریاضیاتش برای اینکه درست جواب بده نیاز به ابعاد فضایی بیشتری داشت. 6 یا 7 بود بیشتر از این 3 تا بعدی که میشناسیم. این ابعاد اضافی تو اندازه های خیلی خیلی کوچیک و فشرده ظاهر میشن. ریاضیات این نظریه نشون داد که این ابعاد شکلای مختلفی هم دارن. اولش تعدادشون انگشت شمار بود، اما الان هزاران هزار شکل مختلف برای این ابعاد پیدا شده. حالا نکته جالب اینجاست که شکل این ابعاد اضافی تعیین میکنه که ریسمان‌هایی که داخلشونن چجوری ارتعاش کنن. نوع ارتعاش ریسمان ها هم باعث تولید ذرات و نیروهای مختلف میشه. پس خواصی مثل جرم ذرات داخل اتم، بار الکتریکیشون، مقدار نیروهای فیزیکی یا همین مقدار انرژی تاریک که در موردش صحبت کردیم توسط شکل ابعاد اضافی نظریه ریسمان تعیین میشه. ولی مشکل اینجاست که تعداد این شکل‌ها خیلی خیلی زیاده. 6 یا 7 بعد اضافی داریم که هر کدومشون میتونن میلیون‌ها شکل مختلف داشته باشن
هر شکلی هم باعث تولید قوانین فیزیکی متفاوتی میشه. برای همین دانشمندا دچار سردرگمی شدن، چون نمیدونیم هر کدوم از این 6-7 بود چه شکلی رو انتخاب کردن برای خودشون. اینجا یه ایده جالب مطرح شد. بعضی از دانشمندا گفتن که این شکلای خیلی زیادی که ما از طریق ریاضی به دست آوردیم فقط مال این جهان نیستن، مربوط به جهانای مختلف میشن. یعنی میلیاردها میلیارد جهان دیگه وجود داره که تو هر کدومشون این ابعاد اضافی شکلای متفاوتی دارن. پس قوانین فیزیکی این دنیاها هم متفاوته. به این ایده میگیم مالتیورس یا چند جهانی، جهانهای چندگانه. تا الان یونیورس داشتیم که همین جهان خودمونه، حالا بی نهایت از این دنیاهای تکی داریم که مجموعشون میشه مالتیورس. این ایده یه جواب داشت برای سوالی که در مورد مقدار ثابت کیهانی وجود داشت. یعنی اینکه چرا انرژی تاریک تو دنیای ما یه همچین مقدار دقیقی داره و همونی هم هست که باید باشه. اگه مالتیورس واقعاً وجود داشته باشه، تو هر کدوم از این جهان‌ها شکل ابعاد اضافی میتونه متفاوت باشه. پس نحوه ارتعاش ریسمان‌های انرژی داخل این ابعاد هم تو هر جهان متفاوته. در نتیجه ویژگی‌های فیزیکی هر جهان با جهان دیگه فرق می‌کنه که این شامل مقدار انرژی تاریک یا همون ثابت کیهانی هم میشه. یعنی مقدار ثابت کیهانی تو هر جهانی میتونه یه عدد متفاوتی باشه، تو جهان ما هم مقدارش اینه. پس اینجا به یه نکته ظریفی رسیدیم. اینکه بپرسیم چرا تو جهان ما مقدار ثابت کیهانی این عدده و عدد دیگه ای نیست، یه سوال اشتباهه. نمیتونیم از قوانین فیزیکی انتظار داشته باشیم به ما بگن که این عدد از کجا اومده، چون بی نهایت جهان دیگه هم هست که مقدار ثابت کیهانیشون یه عدد دیگه است. اگه مقدار انرژی تاریکشون بیشتر از جهان ما باشه، هیچ کهکشانی نمیتونه تشکیل بشه، چون دافعه این انرژی تاریک به جاذبه بین مواد سازنده کهکشان‌ها غلبه میکنه. اگه مقدارش کمتر از جهان ما باشه، کل اون جهان تو خودش فرو میریزه. تو هر دو حالت موجودات زنده‌ای تو این دنیاها به تکامل نمیرسن، ولی جهان ما مقدار انرژی تاریکش به اندازه‌ای بوده که تونسته به اینجا برسه. بعدش هم موجودات زنده‌ای مثل ما توش به وجود اومدن که این اعداد به نظرشون عجیب و غیر تصادفی میاد. فقط هم بحث ثابت کیهانی نیست، خیلی مقادیر دیگه هم هستن. مثلا ممکنه بپرسیم چرا بار الکترون اینقدره؟ چرا جرم پروتون اینقدره؟ چرا سرعت نور اینجوریه؟ چطور ممکنه تمام این مقادیر دقیق تصادفی باشن؟ اگه ایده مالتیورس درست باشه، تمام این سوالا بی‌معنی میشن. پس با در نظر گرفتن ایده مالتیورس ممکنه دید ما نسبت به ویژگی‌های دنیامون خیلی بازتر بشه. البته چند نوع متفاوت از مالتیورس از طرف دانشمندان مختلف ارائه شده. دلیلش هم اینه که هنوز هیچ شواهدی پیدا نکردیم که اثباتش کنه. فعلا فقط داریم در موردش حدس میزنیم و احتمالات رو بررسی میکنیم. مثلا یکیش منی وولدز یا جهانهای بیشماره که تو ویدیوی قدیمی کوانتوم و جهانهای موازی در موردش صحبت کردم. یعنی جهانهای موازی میشه گفت یه نوعی از مالتیورس محسوب میشه. یه نوع دیگهش مالتیورس قشائیه که میگه هر جهانی روی قشا یا پوسته قرار گرفته که تو ابعاد بالاتر شناورن. گاهی این قشاها با هم برخورد میکنن که باعث ایجاد بیگ بنگ میشه و جهانهای جدید به وجود میان. یا خیلی ایده های مختلف که دیگه واردشون نمیشم. حالا بیاید فرض کنیم مالتیورس واقعیه، بی نهایت جهان دیگه وجود داره. اولین سوالی که به ذهنمون میاد اینه که امکانش هست از جهان خودمون به یه جهان دیگه سفر کنیم؟ فکر میکنم بستگی به این داره که قوانین فیزیکی اونجا چقدر با مال ما متفاوت باشه. مثلا فرض کنید بریم به یه دنیای دیگه که ساختار اتماش فرق داره. الکتروناش بار مثبت دارن، در حالی که بدن ما الکترونای منفی داره. پس شاید به محض وارد شدن به یه همچین دنیایی با قوانین فیزیکی متفاوت بدنمون از هم بپاشه. بعد یه موضوع دیگه اینه که اگه بخوایم از این جهان خارج بشیم و بریم به اون جهان، مسیر سفرمون کجاست؟
یعنی به محض اینکه این جهان تموم میشه اون یکی شروع میشه، یا اینکه این وسط یه فضای هیچ و پوچ هم بینشون هست؟ اگه هست ما چجوری میتونیم داخل هیچ حضور داشته باشیم؟ اصلا یه چیزی که برای خودم سواله اینه که این شکلی که مالتیورسو نشون میدن اینجوریه که هر یونیورس شبیه یه حبابه که مستقل از بقیه است، اما همشون تو فاصله های مختلف از همدیگه قرار گرفتن. خب اینجوری شبیه اینه که تمام این جهان ها با هم توی فضای دیگه قرار دارن. این اینجاست، اون یکی اونجاست، این به ما نزدیکتره، اون یکی دورتره. به نظرم مالتیورس اگه وجود داشته باشه نمیتونه این شکلی باشه. و اینکه اگه این دنیاها کاملا مجزا از همدیگه هستن، پس نباید بتونن هیچ برخوردی با هم داشته باشن. جهانهای دیگه فقط وجود دارن، هیچ فاصله ای نمیشه بینشون مشخص کرد. اصلا شاید همشون تو دل همن، ولی ویژگی های فیزیکی متفاوتشون اجازه نمیده با هم تعامل داشته باشن. اگه اینجوری باشه شاید برای سفر کردن به یه جهان دیگه فقط کافی باشه آگاهی ما از این جهانی که توشیم قطع بشه، توی یه جهان دیگه، توی یه قالب دیگه وصل بشه. یعنی نیازی به حرکت فیزیکی نباشه. مثل فیلم جدید مالتیورس جنون. تو این فیلم خوابهایی که میدیدن در واقع زندگیشون تو جهانهای دیگه بود. اینجوری نبود که فقط یه رویا باشه، یه زندگی واقعی توی دنیای دیگه بود. اما اگه از تخیل یه مقدار فاصله بگیریم، یه سوال دیگه هم هست. تکلیف انفجار بزرگ یا بیگ بنگ چی میشه؟ بعضی از انواع مالتیورس برای بیگ بنگ هم یه جوابایی دارن. مثل همون مالتیورس قشایی که میگه از برخورد قشای هر جهان با جهان دیگه یه بیگ بنگ اتفاق میفته. اما بعضی دیگه جواب چندانی برای این قضیه ندارن. الان خیلی از دانشمندان نظرشون اینه که اصلا مالتیورس یه موضوع علمی نیست، چون نمیشه با مشاهده و آزمایش تاییدش کرد یا ردش کرد. اینکه واردش کنیم به مباحث علمی ممکنه باعث بی‌اعتمادی مردم به علم بشه. شاید بشه گفت بیشتر یه بحث فلسفیه. بعد از اینکه اینشتین نظریه نسبیت عام خودش رو مطرح کرد، بعضی از دانشمندان با نگاه کردن به فرمولاش متوجه شدن که جهان ما باید در حال انبساط باشه. اما خود اینشتین قبول نکرد، تا اینکه 10-15 سال بعد مشاهداتمون این قضیه رو تایید کرد. یه نمونه دیگه‌اش سیاه‌چاله بود. اول فرمولای ریاضی از وجود سیاه‌چاله خبر دادن، بعدش تو دنیای واقعی نشونه‌هاشو پیدا کردیم. در مورد مالتیورس هم شاید توی همچین وضعیتی باشیم. یعنی فرمولای ریاضی که تو نظریه‌های مثل نظریه ریسمان می‌بینیم پیشنهاد میکنن که جهانهای دیگه غیر از جهان ما ممکنه وجود داشته باشن، اما هنوز هیچ اثری پیدا نکردیم که تاییدش کنه. شاید هم تا ابد هیچ ردی از جهانهای دیگه پیدا نکنیم اگه هیچ تأثیری رو هم دیگه نداشته باشن. شما چی فکر میکنید؟